درود. در این برنامه باز موسیقی رو ادامه میدیم در این کلیسای عظیم با دو مناره، موسیقی کلاسیک و موسیقی ایرانی. درباره این کلیسا بهتون بگم، اسم این کلیسا هست کلوتیلد مقدس. کلوتیلد یک شاهزاده بوده فرانسوی از منطقه برگندی که شرابای برگندی هم شرابای معروف هستن در دنیا. شاهزاده بوده که توی خیلی از افسانه های فرانسوی هم هست، خیلی دوستش داشتن و خدمت های زیادی هم کرده برای مسیحیت و اشاعه اون در این کشور. مال قرن 5 میلادیه، یعنی تقریبا مال 1500 سال پیش زندگی میکرده. به هر حال این کلیسا رو برای اون به اسم اون میسازن و جالبه که سبک کلیسا مثلا سبک گوتیک بهش میگن، یعنی مثلا مال 1000 سال پیشه، اما اینو در حدود 150 سال پیش تازه ساختن. و جالبه 150 سال پیش قرن 19 میلادی که معادل با قرن 13 خورشیدی خودمون، خیلی این بازگشت به گذشته، افتخارات گذشته در تمام دنیا متداول شده بوده. اینجا رفته بودن معماری اون زمان رو بازسازی کردن. در ایران زمان ناصرالدین شاه میشه تقریبا که بازگشت بوده به ایران باستان، از طریق شاهنامه کیکاووس رو میکشن، حتی میرن در جاهایی که نقش رستم و غیره بوده حکاکی جدیدی از دوره قاجار بهش اضافه میکنن. خواسته خیلی دورانی بوده که میخواستن هویت دوباره کشف کنن، چون خلاقیت تمام از می رفته بوده، دیگه ایده جدیدی نبوده برای کار جدید، و این کلیسا مال اون دوره از دنیا هست. آرامش شما رو به هم ریختم. حتی صدای ملکوتی باعث شد من بیام اینجا. فرشته‌ها رو جذب می‌کنه. قربون شما. زنده باشین. خیلی ممنون. بله، چت. اینجا بس اینا نوشته شده. بله اینا و این نوت‌ها البته. بله. یه سری کارها رو خب چقدرم ریز و پیچیده است. آره ولی می‌بینم. چه بوی است این، چه بوی است این، مگر آن یار می آید، مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید. این هست که کار آرشه. بله شعر مولاناست. یه کار دیگه هست که از کارهای آرشه، در آن نفس که بمیرم. اونم خیلی کاره. بله این اگه بخوام اینجا براتون بیارم اینجا ببینیم. ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی، جهان و هرچه در او هست صورتم تو جان. به پای خیشتن آید عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهان، ز خیشتن برهان، ز خیشتن برهان. به هر لحظه که تو خوانی، به هر لحظه که تو خوانی، لیلان نماز که بمیرم در آرزوی تو باشم، لیلان تو میرم.
تجربه خب تجربه شبیه شما داشته ولی اینجا چطوره؟ بله خب اینجا حسالت خب در این کلیسا در این سقف بلند من تا حالا توی کلیسا اجرا نداشتم ولی حالا اشکالاتی داره به هر حال فضای اینجا خیلی بزرگیه صدا میپیچه اما به هر حال عظمت و ابهت و زیبایی و نورپردازی و حال خوبی که اینجا داره به هر حال برای من خیلی جذابه چون بارها سفر میکنی بله، بله. اصلا خواننده خارج از کشور شدی من اصلا به اتفاق جناب استاد کیوان ساکت شاید بگم نزدیک به 8 ساله که در شهرهای مختلف شروع کردیم به کنسرت هایی که افرادی که براشون شاید سخت باشه بیان تهران و یا آمدن ما میریم به دیدن اونها بله خب مشکلاتی هم داره دوری از خانواده به هر حال خستگی مثلا همین رو بگم چون شما صاحب فرزند شدید بله من الان دلم برای آریا اینقدر تنگ شده و برای همسرم خب به هر حال من بعد از اینجا دوباره یک سفر دیگه دارم در واقع یک لندن داریم بعد از این کنسرت پاریس بعدش هم میرم آلمان بعدش هم میرم چین باز دوباره میرم آلمان باز دوباره در اینا رو خانواده نشدن چون نصفش گفتین بقیش نگفته بودین بعد مکتبی که شما آواز میخونین چه مکتبی هستش من تحصیلاتم موسیقی بوده من لیسانس موسیقی دارم و فوق لیسانس آهنگسازی تون صداتون چون من چندین نو من شنیدم تو این سالهایی که موسیقی ایرانی گوش کردم موسیقی اصیل خب من از دوران کودکی چون پدر من خواننده بسیار خوش صدایی هستند و صدای بسیار خوشی دارن من از دوران کودکی تحت نظر پدرم آموزش دیدم جناب علی تاج و خب من اصالتاً دسفولی هستم پدرم هم اونجا پدر و مادرم در دسفول زندگی میکنن و شاید باورتون نشه همین الان هم که من در خدمت شما هستم زنگ میزنم که بابا مثلا معنی این شعر رو نمیفهمم چجور برای شما معنا رو باز میگم که من بتونم راحت تر اون رو بیان کنم و ادا کنم هنر اصلی خواننده اینه که معنا اون کلمه رو به ما یاد بده همینطوره بله به اون در سکوت و نحوه بیانش رو بدون شک همینطوره بعد خب دیگه وارد دانشگاه موسیقی شدم و اونجا اساتیدی داشتم آقای کریم صالح حزیمی خارج از دانشگاه در محضر آقای نوربخش کار کردم در محضر آقای مظفر شفیعی کار کردم و از سال 84-85 هم در کارگاه آواز استاد شجریان مشغول به یادگیری آواز بودم تا بالاخره سال فکر میکنم 92 اینها من در خدمت 36 سالتون هم هست من آرش فهمیدم رهبر ارکستر گفت یه سازش کوچیک‌تر و خیلی خوشحالم شما رو میبینیم از تیکایی که خودتون خیلی آهنگ علاقه دارین کدوم هستش همش خوبه این کار کاری آقای کیوان ساکت هم هست که باران رو قدیمی دیگه بله من انقدر دوست دارم و یکی از کارهایی که این همه کنسرت دادیم و دیگه امشب هم ایشالله میخونیمش و بسیار عالی میشه و میبینیم خیلی هم مشکل میزنم شما دیگه تمرین کنیم بارمتون برم خیلی مشکل آقای وحید تاج چند سال قبل از اجرای کنسرت هستش که تمرین دارم میکنم نصف گروه عطا هستن اومده 130 نفر کور قراره این بالا وایسن که الان فعلا جایگاه ها خالی هستش پله پله که میبینین و اکثرا موزیسین های فرانسوی هستن جوان یه خانم اون وقت ایرانیه داره فلوت میزنه در آغاز کلیسا ما اینجا نشستیم روبروی محراب یک ارگ بزرگ است که اون لوله هاشو میبینی و زیرش تمام دم و دستگاه ارگ بوده که نوازنده این ارگ یا ارغنون با دست دو دست و دو پا میتونه بزنه جالبه در کلیسا بود که این نوع ارگ ها خیلی باب شد و اصلا روش خواندن هماهنگی صداها در کلیسا که الان شروع میشه
به این صورته که صدای عده زیادی با هم یک ابهامی از یک صدای واحد رو ایجاد میکنه، صدای خدا و اون دنیا و عالم غیبه. اینجا جا شد، ما شماده بودیم جا برای 117 نفر بود، 13 نفر دیگه هم از اوشون 130 نفر. اینجا من برم الان آرش من دعوا میکنم بارو اونجا، حالا باید بریم اینجا شما بیم. روی کور از بیرون من اینجا جام نیستم، خب بریم اونجا نه، بریم اونجا رو جعبه سکو همه وایسادن. اینم بدم شو اینو میدیدم چشم درد نکنه نبشته هست آرش ای جا بشه با کن. آرش یه دستور داد که همه آماده بشن برای خونده من در رم. کلیسا که صدای موسیقی در شنیده میشه در اصل یادآور اون ساعت آخر زندگی مسیح از دید تاریخی هستش، اون روزی که صبح عید فصح برای یهودیان بود و شنبه شروع میشه که همه چی باید تعطیل باشه. شهردار یا حاکم اورشلیم اون زمان یا بیت المقدس امروز پانتیوس پیلات اینجا هستش که میبینین و رس بوده که یک مجرم رو ببخشن و مردم تصمیم میگن کی بخشیده بشه. اینجا اون صحنه رو میبینین که باراباس که یک یاغی بوده، یاغی یهودی بوده بر ضد رومی ها، در کنار عیسی مسیح ایستاده و پانتیوس از مردم میخواد که قضاوت کنن کدوم یک از این دو مجرم از چشمه ایشون میتونه آزاد بشه. همونجوری میبینین دور سر مسیح تاجی از خار هستش، این نشون میده که چقدر آزارش دادن، تحقیرش کردن، شکنجهش دادن روز قبل بیشتر از حتی یاغی که باراباس بوده. در نهایت مردم اون شهر تصمیم میگیرن که مسیح به صلیب زده بشه و از اینجاست که اون داستان زجر مسیح، اون عشق مسیح شروع میشه برای مردم. بعد از اینجا مسیح رو میبرن و مجبورش میکنن که صلیب رو به دوشش بکشه. حتی این داستانی که از اون زمان مونده و در مسیرش در شهر اورشلیم اون زمان بیت المقدس چند بار به زمین میخوره، هر یک باری که اونجا به زمین میخوره اونجا یک زیارتگاه درست کردن، الان هست میرن پرستش میکنن و هر کدوم از این ایستگاه‌هایی که به زمین میخوره نامی داره. در اونجا بود که پارچه رو به صورت میزنه که بعداً یکی از مقدسات میشه، میگه این پارچه الان در شهر تورین هست و نشونه صورت عیسی مسیح روی اون هستش. خلاصه چندین بار به زمین میخوره تا اینکه آخر پیش از اینکه شب برسه مسیح رو با دو مجرم، دو جنایتکار دیگه به صلیب میزنن
و داستان در اینجا از دید ما، از دید تاریخ به پایان میرسه. و این بود یادآوری داستان آن روز جمعه در بیت المقدس و آنچه بر عیسی مسیح میگن گذشت که در این کلیسا نقش شده. و حالا در این کلیسا چه خبر دیگری هست؟ موسیقی؟ با جناب کیوان ساکت، خیلی خوشحالم شما رو می‌بینم، رهبر ارکستر بزرگ وزیری، ارکستر متوسط و ارکستر سفری وزیری در ایران. یعنی سه ارکستر مختلف رو شما هدایت کردید. بله بله. امشب یه سری آثار خیلی خاصی رو شما اجرا می‌کنید با ارکستر پاریس و یکیش خیلی بروزه و حتی قبل از اینکه اینجا اونقدر در این چند ماه گذشته تظاهرات براش بشه و خیابون‌ها بریزه، من بعد تا در لندن به مدت 4 روز خیابون اصلی شهر بستن، دبستانی‌ها بستن، راهنمایی‌ها و خود مردم راجع به محیط زیست هست و شما یه آهنگ دارین در این زمینه و هشدار ما. در حقیقت آرزوی همه انسان‌های فهیم اینه که محیط زیست صدمه نخوره. مادر ما کره زمینه و این کره زمین رو حفظ کنیم. من خیلی اصلا گاهی اوقات مسیرم عوض میکنم، یه جایی که نباید مسیرم نیست میرم دنبال مثلا یه موتور یه ماشین، بگم آقا تصدیگارتو ننداز، آقا اینو ننداز بیرون. چرا میندازی بیرون؟ یه وقتی خودم میرم عملا بر میدارم اینو نشون میدم که من برداشتم انداختم اینجا. من در اعتراض به این لطمه ای که بشر داره به محیط زیست به وجود میزنه این آهنگ رو ساختم به نام آرزوی بزرگ. آرزوی بزرگ همه دنیا میتونه باشه. بله. و هست. این همه شما کی ساخته بودین؟ خب من چند سال پیش ساختم و یکی دوستان من هم با همین ایده روش کار کرده بود که با همون سرضربایی که آهنگ داره ماشین های عظیم میان جنگل ها رو قرش میکنن، درخت ها رو آپارتمان ها رو یه دفعه مثل قارش سر در میارن، نمیدونم دریاچه ها رو خشک میکنن، جاش رو میدونم جاده میسازن اینها. و اینو در اعتراض به این ساختم. به هر حال به عنوان یک هنرمند سهم خودم رو در این اعتراض سعی کردم ایفا کنم. شما امشب خب قطعاتی دارین که خب قبلا بعضش اجرا شده نه به این شکل و چند قطعه هم جدید دارین. قطعه مادر، قطعه شمزاد بعد شیراز. مادر من زن ویژه‌ای بود، رئیس بزرگترین دبیرستان دخترانه مشهد بود، 1000 دانش آموز داشت، جز اولین زنانی بود که لیسانس گرفت، جز اولین زنانی بود که رانندگی یاد گرفت، آکاردون می‌زد در جوانی و نقاشی می‌کرد و که قایتا هم تاثیرگذار در هنر شما بدون شک. اونو برای مادرم ساختم. بعد چهارمزراب باید شیراز هست. چهارمزراب یک فرم هست در موسیقی ایرانی.
دیگه از کارهایی که میزنیم باران هست بله. که شاید این جزء معدود آهنگهای ملی میهنی باشه که به اصطلاح بار عاشقانش خیلی بیشتر از حماسی گونه اون است، حماسی اون است. اینو شعر شعر استاد فریدون مشیری است که بر من ساخت گفته ایشون. آره من در چه سالی میشه قبل درست چند ماه قبل از فوتشون بود من برای روی یک سال روی شعر کوچه ایشون کار میکردم. در طی مدت چند تا آهنگم بردم بهشون بر من شعر گفتن و آخرم یه نامه من دادن که فلانی میتونه رو تمام آثار من از جلد 1 تا 18 کار کنه. چه عالی. و این به شکل میگه گل همیشه بهارم به جز غم تو چه دارم باران تو ببار مگر تو بشویی سیاهی از همه جا را باران تو ببار. اصلا من درس موسیقی نخوندم. من تحصیلات مهندسی ساختمان بوده. من موسیقی رو نخستین آموزش موسیقی رو نزد دایی خودم آقای منوچهر زمانیان فرا گرفتم. بعد یکی دو تا تابستون از آقای حمید متبسم درس‌های گرفتم. خیلی همیشه از هر دو سپاسگزارم و مدیونم به هر دو. چند سالگیتون بوده ولی؟ 14 ساله بودم. بعد دیگه من معلمی نداشتم، یک جلسه از کلاس استاد حسین علیزاده استفاده کردم، اوایل انقلاب سال 61 اون طرفا بود فکر میکنم. دیگه معلمی من نداشتم، دیگه بقیه رو دوشو. البته تمام استادان بزرگ معاصر و قدیم همه به نوعی من معلم من بودند، ولی غیر حضوری و بدون وجود داشتن از کتاب‌ها، آلبوم‌ها و چیزهای مختلف. و خب موسیقی کلاسیک خیلی به من کمک کرد که من در فرم شناسی به من خیلی کمک کرد. درس عبرت بسیار بزرگ بود برای ما که بدونیم لزوماً راه اون چیزی که دل آدم می‌خواد. موسیقی رو خیلی وقتا نمیشه تو دانشگاه یاد گرفت واقعاً. اونایی که تو دانشگاه یاد می‌گیرن قبلاً پیش زمینه‌ش رو داشتن. حتی اون یه راهشه، اینم یه راه دیگه‌اش که تا اینجا رسیده خراسان بسیار خوبه، بنابراین عاقبت خوبی داره. خیلی متشکرم جناب ساکت و شما رو میبینیم رو صحنه، ستارتون هم میبینیم. آهنگ شادی آزادی هست که خب استاد شجریان اینو خوندن و در حدود 10 سال پیش سال 88 من اینو ساختم. آقای شجریان اینو خوندن و قرار بود این کامل بشه. من موقعی که ایشون این رو خوندن من ضبط کردم با صدای ایشون تو اینترنت یه دفعه درس پیدا کرد که خواهش کردیم جمعش کردن، ولی به هر حال دیگه یه دی اینو شنیده بودن به این لو رفت و آره. ولی خب امشب آره. در این سالن اجرا اون میشن. بله دیشب هم اجرا کردیم با سازهای بله. اونجا که شما علاقه دارید بیشتر دیگه همینطوره بله. خیلی متشکرم از شما دیگه بسیم که بعد آماده بشن برای اجرا. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. قربون شما. سپاس. این فرش که در حال تو گسترده است از خون است، این حلقه گل خون است، گل خون است. ای آزادی
این چیست که در دست تو پنهان است؟ این چیست که در دست تو پنهان است؟ این چیست که در پای تو پیچیده است؟